اندیشه، نگاهی همراه با بهنام ناطقی داریم به فیلم‌های جدید روی اکران و پیشبینی کارشناسان درباره احتمال موفقیتشون. بهنام، فهرست فیلم‌های جدید این هفته در اکران سراسری طولانیه. درسته، بازار شلوغ شده چون پخش کننده ها میخوان در آستانه هالووین که جز فیلم ترسناک فیلم دیگه کار نمیکنه، فیلم های جدید و زودتر رو اکران بفرستن. این هفته هم برای دومین بار شاهد اینش خواهیم بود که یک فیلم کم خرج فیلم های درجه یک با بودجه های بالا رو عقب میزنه برای رسیدن به مقام پرفروش ترین هفته. There's a party tonight. It's at Lake Derrick. Where the people got killed. Are you crazy? It's gonna be super creepy and scary. That's why it's gonna be lit. I'm so excited. بار دیگر هالووین نزدیک است و بازیگر، سناریست، تهیه کننده و کارگردان تایلر پری باز می‌گردد برای دوباره فیلم بو، فیلمی که سال گذشته با بودجه 20 میلیون دلار تهیه کرده بود و نزدیک هالووین با 29 میلیون دلار فروش افتتاحی رقبای خود را شکست داد و سرانجام در مجموع 75 میلیون دلار فروش داشت. در بوی شماره 2 هالووین مدعی، پری بار دیگر در سه نقش از جمله نقش مادر بزرگ صریح اللهجه مدعا ظاهر می شود. تایلر پری دوشنبه پیش روی فرش قرمز در سینمای ریگال لس آنجلس دستاندرکاران فیلم رو دور هم جمع کرده بود. او می گوید اون چه واقعا دوست دارد عکس العمل تماشاگرها بعد از دیدن فیلم است که می خندند و خوش هستند و آشکارا از فیلم او لذت بردند و این چیزی است که به نظر تایلر پری واقعا اهمیت دارد. مادر بزرگ مدعا دنبال نوه 18 ساله‌اش بار دیگر سر از جنگل جن زده در می آورد. پر از شخصیت‌های ترسناک از جمله قاتل‌های اره برقی به دست، ارواح گم شده دخترها و دانشجوهای مست. در این فیلم هم تایلر پری به بهانه دست انداختن ژانر ترسناک و فیلم‌های هالووینی همان عوامل را به کار می‌گیرد. بوتو از اباوت Brian, the character I play. تایلر پری میگوید دختر برایان، شخصیت او در فیلم که از همسرش جدا شده، به 18 سالگی رسیده و مادرش به او اجازه میدهد که شب هالووین به مهمانی برود در کمپ دریک که پر از بچه های دانشجوست و اونجا به جای ترسناکی تبدیل میشود. دوشنبه تایلر پری به رای دهندگان جایزه اسکار اخطار کرد که زحمت دیدن این فیلم رو به خود ندهند. شاید به همین خاطر پخش کننده نقدهای فیلم رو تا صبح روز پخش در امبارگو گذاشته که ضریب منفی میانگین نقدها جلوی فروش بلیت رو نگیرد. از نظر کارشناسا بوی شماره 2 به اندازه بوی اول مشتری نخواهد داشت. اما بهنام، این فیلم احتمالا از اون فیلمایی که تماشاگر به نظر منتقدا خیلی توجهی نداره. آره، به قول منتقد ورایتی باید هوادار آدم تایلر پری باشه که توی این فیلم نقش سه شخصیت اصلی خودش بازی میکنه که به تماشا این فیلم بره. اکثریت تماشاگران این فیلم قبلی هالووین مدعا اقلیت‌ها بودن، آفریقایی تبارها، لاتینی تبارها، حتی آسیایی ها. فروش افتتاحیه فیلم جدید در 2388 سینما حدود 25 میلیون دلار پیش بینی شده که یکم از سال گذشته پایین‌تر هست که حتی بعد از هالووین هم اون فیلم به فروش بالا ادامه داد. فیلم تایلر پری فیلم ترسناک و کمخرج هفته گذشته از تهیه کننده جیسون بلوم رو از رأس جدول پایین میکشه. فیلم روز خوش مرگ هفته گذشته از پیشبینی ها هم بالاتر زد با فروش افتتاحیه 26 میلیون دلار در حالی که فقط 18 میلیون دلار در سه روز اول براش پیش بینی شده بود. تا حالا هم 30 میلیون دلار فروش کرده. تو این فیلم چارچوب فیلم گراند هاگ دی که یک روز برای شخصیت اول مدام تکرار میشه به ژانر ترسناک پیوند خورده و قهرمان فیلم بعد از تکرار روز مرگ خودش سرانجام قاتل خودش رو پیدا میکنه. فیلمی است جوانپسند و مفرح که زودتر از همه به استقبال هالووین رفته. حالا در هفته دوم اکرانش با 54% افت فروش برای این فیلم نزدیک 12 میلیون دلار فروش سه روزه پیش بینی شده در 3154 سینما. مخاطب فیلم روز خوش مرگ نوجوان ها هستن که روزهای هفته اغلب در مدرسه هستن. به همین خاطر فیلم بلید رانر 2049 که بعد از 35 سال سر ریدلی اسکات بلید رانر رو دنبال میکنه، شبهای غیر تعطیل برنده رقابت گیشه ها بود. تو مشکل این فیلم که فروش افتتاحیش کمتر از انتظار بود این هستش که نتونست دامنه مخاطب ها رو به مردهای از مردهای میانسال و سالمند گسترش بده و توجه نسل جوان رو که خاطره از فیلم اصلی ندارن جلب کنه. بلید رانر تا دوشنبه پیش در 4 دو شب پیش
در 4058 سینما در آمریکا 65 میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانیش به 161 میلیون دلار رسیده و تازه از این هفته در چین و ژاپن و چند بازار دیگر شه. برای فیلم تحسین شده یک کارگردان دنی ویلنوف طی 3 روز آینده حدود 10 میلیون دلار فروش پیش بینی شده که احتمالاً در مقام سوم جدول قرار میگیره و رقیب هست با فیلم طوفان ارضی، پرخشترین فیلم جدید اکران سراسری این هفته که گفته میشه به خاطر 15 الی 20 میلیون دلار پول فیلمبرداری دوباره بعضی از قسمت‌ها خرجش رسید به 120 میلیون دلار تا 150 میلیون دلار به گزارش‌های مختلف. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. در فیلم علمی تخیلی حادثه‌ای طوفان ارضی یا جیوستورم، تماشاگر با طوفانی از ترفندهای ویژه بصری روبرو می‌شود که به بازیگرها و شخصیت‌ها مجال چندانی نمی‌دهند. اما قهرمان داستان بازیگر جرالد باتلر است که مثل چند فیلم حادثه‌ای اخیرش مسئولیت نجات کره زمین و تمدن بشری را بر عهده می‌گیرد. باتلر نقش جیک لاسن، یک دانشمند فضایی متخصص طراحی ماهواره‌های کنترل آب و هوا را بازی می‌کند. Thing. بازیگر جرالد باتلر میگوید درون‌مایه فیلم درباره دانش است که به خودی خود زیباست و این انسان‌ها هستند که می‌توانند از آن درست یا غلط بهره برداری کنند. او میگوید وقتی از دانش سوء استفاده شود، نتیجه‌های ناگواری به بار می‌آید. May the record reflect that he was nearly one hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. داستان فیلم درباره ناکام شدن تلاش کشورهای جهان برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است که در پی آن طوفانی بزرگ سراسر کره زمین را به نابودی تهدید می‌کند. این فرصتی استثنایی برای طراحان تصویرسازی کامپیوتری است. همدست شخصیت باتلر در فیلم مکس لاسن برادر اوست با بازی جیم استرجس. طوفان ارضی نخستین کار بلند کارگردان دین دولین است. جیوستورم از A what if story. سناریست و کارگردان دین دولین میگوید این داستان درباره چه می شود اگر است. چه می شود اگر ما در برخورد با تغییرات افراطی شرایط جوی تأخیر کنیم. او میگوید کشورهای جهان یک شبکه ماهواره‌ای برای کنترل شرایط اقلیمی به وجود آوردند که در این فیلم از کنترل خارج می شود. نقدهای این فیلم رو هم تا روز نمایش در ایمبارگو گذاشتند، اما در چند نقدی که در گوشه و کنار دنیا منتشر شده میخوانیم که تماشاگران رو به تماشای این فیلم ترغیب میکنند اگر حوصله اون رو داشته باشند که به قول یک منتقد از بهترین فیلم بد علمی تخیلی سال لذت ببرند. به نام سوالی که پیش میاد اینه که چرا از این فیلم پرخرج که سوژه ظاهرا مهمی هم داره استقبال نخواهد شد؟ پخش کننده شرکت برادران وارنر در نظرسنجی بعد از نمایش آزمایشی فیلم از کار کردن فیلم در بازار آمریکا ناامید شده، هرچند که در 8 بازار آسیایی هفته گذشته این فیلم مقام اول رو داشت. فروش اون در 3426 سینما در آمریکا حدود 10 میلیون دلار پیش بینی شده، ولی در چین این هفته در رقابت با بلید رانر 2049 که فیلم سنگینی هست، فیلم طوفان ارضی برنده خواهد بود. امروز یه فیلم پرخرج دیگه هم وارد اکران سراسری میشه که در واقع تجلیلی است از امداد آتش‌های طبیعی و جنگلی. در مراسم افتتاح فیلم فقط شجاعان 100 نفر از قهرمانان واقعی امدادرسانی اولیه روی فرش قرمز آمدند. در میان جمع امدادگران و خانواده‌های آنها خواننده کانتری میوزیک دیرکس بنتلی که ترانه هولد د لایت رو برای فیلم اونلی د بریو اجرا کرده امدادگران رو روی صحنه دعوت کرد. بازیگر جف بریجز میگوید حس خوبی دارد که در این مراسم با این امدادگران واقعی همراه شده. شرکت کنندگان از میان هزاران امدادرسان برگزیده شده بودند که در 2 ماه اخیر به قربانیان طوفان‌های ویرانگر هاروی، ایرما و ماریا و همچنین آسیب دیدگان زلزله شهر مکسیکو سیتی و تیراندازی در لاس وگاس کمک کردند. بازیگر مایلز تلر میگوید امشب شب تجلیل از این امدادگران است که نهایت فداکاری را کردند. آنها قهرمان‌های واقعی هستند. در مراسم افتتاح فیلم تأسیس صندوقی به نام گرانیت ماونتن اعلام شد که از محل اعانه‌های دریافتی آن به خانواده‌های امدادگرانی که عزیزان خود را در نبرد با آتش‌های جنگلی از دست دادند کمک می‌شود. That spirit of brotherhood that exists between you guys. کارگردان جوزف کوزینسکی میگوید به بازیگران روز اول گفت که حس برادری میان آنها در این امدادگرها بیشتر وجود دارد و قلب فیلم همان است.
من تصاویر فیلمو که نگاه میکردم اخبار ده شب اخیر تلویزیون‌های آمریکا رو به یاد آوردم که تمرکزشون روی آتش‌سوزی‌های شهرک‌های شمال کالیفرنیا است، درسته؟ مشخص با وقایع روز هم شده، ضمن اینکه در حالی افتتاح میشه که ذریع نقدهای مثبتش 95% هست، یعنی تحسین تقریبا یک صدای همه منتقدها. I worked this blaze near Montana. In the blink of an eye, just fire everywhere. And then, charging out of these flames, comes this bear on fire. It was the most beautiful and terrible thing I've ever seen. فیلم فقط شجاعان داستان برادری و همکاری میان جوخه 20 نفری گرانیت ماونتن هات شاتس، یک گروه داوطلبی آتش نشانی جنگل در آریزونا است که در تابستان 2013 در نبرد با آتش مهارناپذیر جنگل روی تپه یارنل نزدیک پرسکات آریزونا با مصیبت روبرو شدند. It's universal and it represents America at its best and American individuals at their best. بازیگر جاش برولین میگوید این یک فیلم جهانی است ولی آمریکا رو در بهترین حالت خود نشان میدهد، هم افراد رو و هم همراهی و همکاری آنها رو و فداکاری آنها رو. او میگوید مهم بود که روحیه این امدادگران در این فیلم منعکس شود. فیلم فقط شجاعان این روزها که نبرد شدیدی با آتش مرگبار در محلات شهرک‌های شمال کالیفرنیا آغازگر اخبار تلویزیونی است، توجه افکار عمومی را به تلاش کسانی جلب می‌کند که فداکاری آنها معمولاً به چشم نمی‌آید. منتقد فیلادلفیا اینکوایرر می‌نویسد کمتر پیش می‌آید که فیلمی با انرژی پرتخیل داستان آدم‌های عادی را اینچنین بازگو کند. خب فیلم فقط شجاعان همونطور که تو گزارش هم دیدی همراه با یک تلاش خیریه اکرام میشه. بنا به گزارشی حدود 38 میلیون دلار برای تهیه کننده شرکت بلک لیبل میدیا خرج داشته. سونی هم حالا با سرمایه خودش داره فیلمو پخش میکنه. ولی فیلم در 2575 سینما که بعضن سه‌بعدی و اکران وسیع هستن با پیشبینی فروش افتتاحیه ناچیز حدود 7,300,000 دلار در مقام چهارم یا حتی پنجم جدول این هفته افتتاح خواهد شد.